با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، با زنگ سلامت 155 در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و خیلی ممنونم بابت انتقادات و نظرات و پیشنهاداتی که در طی این چند روز و هفته اخیر برای بنده فرستادید و در حد توان سعی میکنم به اونا بپردازم و در خدمتتون هستم. خب همجوری که در جریان این برنامه های زنگ سلامت به تعداد زیادی از رشته های ورزشی پرداختیم و مدیریت و درمان و پیشگیری آسیب های ورزشی و اینکه چجوری و با چه متدی ما میتونیم بدن رو به اون قدرتی برسونیم که برای اجرای اون نوع تمرینات و ورزش ها و یا اون لحظه هایی که بیشترین توانایی رو از بدن میخوایم برسونیم که بتونیم بهترین در واقع پرفورمانس یا اجرا را در موقع انجام ورزش های مختلف داشته باشیم و همجوری که به فوتبال، وزن برداری، کشتی، ورزش های رزمی، شنا و ده ها ورزش دیگه پرداختیم. در ادامه این برنامه ها امروز به یک ورزش خیلی خوب و زیبای دیگه میپردازیم و سعی میکنیم که به جزئیات و نوع آسیب ها و مشکلات و یا موضوعات دیگه که در رابطه با این ورزش پیش میاد بپردازیم و در نهایت با چه نوع مدیریتی ما میتونیم از این آسیب های این رشته ورزشی جلوگیری بکنیم و یا بتونیم قدرت بدنیمون رو به جایی برسونیم که مشکلی پیش نیاد و یا اگه احیانا آسیبی پیش اومد چجوری با متدهای فیزیوتراپی این آسیب ها رو به خوبی درمان کنیم و برگردیم به ادامه اون ورزشمون. خب این ورزش بسیار خوب چیزی نیست جز ورزش بسیار خوب کوهنوردی. همجوری که همتون در اطراف و محله های مختلف کشور عزیزمون میبینید، در هر جای ایران که باشید با نیم ساعت یک ساعت پیاده روی یا رانندگی میتونید به یک کوههایی برسید که از چند ساعت تا تمام روز میتونید در این مناطق با پیاده روی و کوهنوردی بپردازید و کوهنوردی اثرات خیلی خوبی برای بدن داره. بنده زیاد تجربه کوهنوردی ندارم، بالاترین قله‌ای که فتح کردم قله کوه کیسمار هست که در مناطق شمال خراسان و در محله خودمونه که در زمان بچگی بارها با ارتفاع بالای اون رفتیم و حدود 2500 متر ارتفاع داره و از اونجا تجربیات کمی دارم، ولی برای اینکه بهترین نتایج رو برای شما عزیزان و بهترین برنامه رو برای شما عزیزان ارائه بدم، از یکی از همکاران و متخصصین فیزیوتراپیست که ایشون کوهنورد خیلی خوبی هم هستن دعوت کردم که توضیحات رو از زبان ایشون بشنویم. با درود به دکتر علوی، از همکاران خوب فیزیوتراپیست و کوهنوردان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنده و بینندگان در خدمتتون هستیم. بفرمایید یه خلاصه از خودتون و در مقدمه یک اطلاعات خوبی از کوهنوردی به بینندگان عزیز ارائه بفرمایید تا به سوالات بعدی بپردازیم. به نام خدا، من فیزیوتراپیست علوی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران، رشته فیزیوتراپی. تقریبا از 15 سال پیش به صورت مستمر، خب یه وقتای کمتر یه وقتا بیشتر، کوهنوردی رو داشتم اطراف مشهد و بعضی از ارتفاعات استان خودمون، استان مجاور و کوههایی مثل دماوند، سبلان و توچال. خب آی دکتر، من اگه اجازه بدین اول در مورد سطوح مختلف کوهپیمایی توضیح بدم، احتمالا مفید باشه. بله بفرمایید آی دکتر، بفرمایید. بله، کوهپیمایی به صورت ساده تقسیم بندی هایی که داره، یکیش همین پیاده گردی یا گلگشت یا اصطلاحا هایکینگ بهش میگیم، به این صورت هستش که در گروه های طبیعت گردی یا گروه های کوهپیمایی در جاهای سبک، دره ها، تپه ماهوی ها، اون جور جاها میشه کوهپیمایی کرد. ساده ترینش همین هستش، فرد خسته میشه، استراحت میکنه، معمولا تجربیات نسبتا بالایی نمیخواد،
اکثرا هم آسیب ها در این قسمت ها هنوز چون فعالیت جدی نیستش جزئی است. مراحل بعدیش ترکینگ و نمونه های سختتر هستش. در ترکینگ شما لازم هستش که مسافت های طولانی تر انتخاب بکنید و ستون ناهموار هست، تپه ها، صخره ها و زمان طولانی تر هست، لازم هستش که در واقع کولهتون وسایلی داشته باشین برای تجهیزاتی که بتونین کوهپیمایی داشته باشین. اما نوع اصلی کوهپیمایی کوهنوردی تخصصی هستش. در اینجا دیگه باید حتما فرد آموزش لازم کاملا دیده باشه. معمولا گروه های کوهنوردی، باشگاه های کوهنوردی آموزش اولیه میذارن، فرد بعد از آموزش اولیه آموزش های پیشرفته تری و این به همینجا ختم میشه. کوهپیمایی تخصصی دره نوردی داره، غار نوردی داره، گروه های امداد و نجات داره. لازم هست برای زنده موندن در شرایط سخت جوی، در شرایط هوای گرم، مدل های مختلفی باید اون فرد تواناییش داشته باشه بتونه این کوهنوردی رو انجام بده. معمولا امکانات خیلی مهم هستش، تجهیزات و امکانات، کفش مناسب، لباس مناسب، عینک، باتوم و تجربیات نسبتا جدی که از طرف باشگاه های کوهنوردی به فرد داده میشه که میتونه انجام بده. همونجوری که آقای دکتر علوی فرمودن، کوهنوردی به جزئیات و آموزش ها و تجارب خیلی زیادی نیازمند هست که یک نفر بتونه به طور تخصصی کوهنوردی بکنه، که از پیاده روی معمولی و تمرین هایی که قبل از این نوع کوهنوردی ها لازمه تا یک نفر بتونه از نظر بدنی به قدرتی برسه که وقتی که ارتفاع 2000 متری رو میره بالا اون وسط دچار مشکلاتی نشه، چرا که همونجوری که در تصاویر و اخبار و روزنامه های مختلف میبینید کوهنوردی میتونه حتی به قیمت جان خیلی از افراد تموم بشه و خیلی از عزیزان جانشون رو فدا کردن تا به قله های برای اولین بار دست یابن و به ارتفاعات واقعا بالایی برسن که قبل از آنها کسی نتونسته بره. به هر حال به مراحل اولیه خیلی خوب و اصولی نیاز داریم که یک نفر آماده بشه. و اگه بتونید آقای دکتر علوی در مورد این مقدمات آمادگی بدنی یک شخص که بتونه در حد حالا نیمه تخصصی ارتفاع 3000 متری رو بره بالا اشاره بکنید، چون افرادی که تخصصی کار میکنن بالاخره آموزش های دیدن و به خودشون به خوبی میرسن، در برای افراد معمولی که بر فرض قله های 2000-3000 متری رو میخوان برن و یا ورزش کوهنوردی رو برای اول شروع بکنن، به نظرتون که تجارب 15 ساله در کوهنوردی دارید چه نوع تمرین هایی از دیدگاه فیزیوتراپی هم که بخوایم نگاه بکنیم برای در واقع پیشگیری و صعود راحت تر لازم دارن این عزیزان که بتونن به راحتی صعود کنن؟ بله، مطلب اینجاست که افرادی که خودشون رأساً اقدام به کوهپیمایی های معمولی میکنن ممکنه به صورت جدی آموزش ها رو نبینن، ولی به محض اینکه در گروه های اصلی کوهپیمایی قرار میگیرن اون لیدر سرپرست آموزش های لازم بهشون میده، نحوه استفاده از باتوم، اصول گام برداشتن، تنفس کردن، به چه صورت تنفس بکنن، گام هاشون به چه شکل آهسته باشه، مسیرهای صعود، مسیرهای فرود، استراحتی که باید وسط بکنن، نوع تنفس ها و استرچی که و کشش های عضلانی که وسط لازم هستش که شخص آماده بشه، نوع برای جلوگیری از تشنگی، زمانی که باید فرد آب بخوره در گروه، مواد غذایی که باید استفاده بکنه،
استراحت ها، تک تک اینها به شخص معمولا در گروه های کوهنوردی آموزش داده میشه و به مرور تجرباتش بیشتر میشه برای مراحل سختتر و بتونن قلل با ارتفاع بالاتر شروع به صعود بکنن. یعنی اول اینا رو باید حتما آموزش ها رو ببینم برای که میزان ضایعات کمتر باشه و آسیب ها کمتر باشه. به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. بنده یادم 17-18 سالمون بود که با 5-6 تا از دوستامون روز هفتم هشتم فروردین بود، زمینم پر برف، کوه هم که برف بیشتری داشتن، رفتیم به یک قله ای، بعد وسایل خورد و خوراک اینا هم برداشته بودیم، همه را اون پایین دره گذاشتیم، صبونه خوردیم و گفتیم اینا سنگین نبریم بالا. رفتیم بالا و بالاتر، دیگه برفم تا 2-3 متر ارتفاع برف بود. خوب که رسیدیم بالا همه از گشنگی داشتیم تلف می شدیم، که واقعا علفایی را که تازه از زمین تون روی صخره سنگا اینا در اومده بودن می خوردیم، و وقتی رسیدیم بالا دیگه واقعا هیچ انرژی نمونده بود برای ما. حالا با برف یکم تشنگی اونو برطرف میکردیم که اونم میگن درست نیست، ولی از نظر ضعف گشنگی و غذایی واقعا فشار زیادی بهمون اومد. نکات خیلی خوبی رو که اشاره کردین، یکی آب و یکی غذاست که در کوه انرژی خیلی زیادی مصرف میشه، و خیلی از افراد به خاطر عدم آمادگی در این موارد آب و غذا به مشکلات زیادی برمیخورن. خب جناب دکتر، یکی از مسائل دیگه‌ای که در کوهنوردی زیاد پیش میاد آسیب هایی است که در موقع انجام این ورزش پیش میاد، از افتادن و سوانه خیلی دلخراشی که در جاهای مختلف میتونن بینندگان ببینن و دیدن، از شکستگی دست پا، حتی ضرب مغزی شدن و زخم هایی که در جاهای مختلف با وجود میاد، آسیب هایی که به دست ها و آرنج ها و شونه ها و یا مخصوصا به زانو در موقع پایین اومدن فشارهایی که وارد میشه. اگه از تجربیات خودتون یکم در این مورد بفرمایید ممنون میشم. آقای دکتر اجازه بده من همینا و هم چند مورد دیگر همه رو با هم یکی یکی لیست بکنم. بفرمایید. اول در مورد مسئله آفتاب سوختگی هستش. آفتاب سوختگی از اون مواردی هستش که شاید بعضی هایش توجه نکنن، معمولا تو ارتفاعات بالا فرق نمیکنه روز ابری باشه آفتابی باشه، به هر شکلی آفتاب سوختگی هم برای صورت هم برای چشم معمولا هستش. چطور میشه جلوشو گرفت؟ از پمادها یا لوسیونها یا از ضد آفتاب میشه استفاده کرد قبل از اینکه کوهپیمایی شروع بشه، و هر 1 ساعت 2 ساعت بعدش هم میشه استفاده کرد برای که پوست بتونه جلو اون آفتاب سوختگی گرفته بشه. مسئله بعدی عینک هستش. عینک های آفتابی که در بیرون استفاده میشه در داخل شهر تو ارتفاعات بالا خیلی مناسب نیستش. عینک های مخصوص کوهنوردی هستش که این کناره ها رو هم بپوشونه، و چون غیر از اینکه از روبرو آفتاب میاد از کناره ها هم انعکاس آفتاب روی برف رو میتونه تاثیر بذاره برای چشم و آسیب برسونه. دومین آسیب اصطلاح میگیم هایپوترمی. چون فرد معمولا فعالیت جدی میکنه، عرق زیادی میکنه، فرق میکنه تابستون یا زمستون عرق زیادی که بکنه، اگر این آب بدنی که از بدن خارج بشه حرارت مرکزی بدن، دمای مرکزی بدن از 37 درجه به 35 درجه میرسه، اگر خوب مدیریت نشه، مدیریت حتی میتونه منجر به شوک و مرگ بشه که باید جلوشو گرفت. حالا چه کارهایی میشه براش انجام داد؟ لباسای زیری رو باید حتما که خیس شده باید عوض کرد، با لباسای خوش تعویض کرد و روشو پتو لباس گرم پوشون که حرارت بدن در واقع اون بدن سرد نشه. از خوراکی های گرم باید استفاده کرد، چای فلاکس آب جوش باشه با شکلات چای، از این نمونه ها میشه استفاده کرد بدن، یا سوپ داغ بشه بهش خورون که جلوی این هایپوترمی گرفته بشه. مورد سومی که هستش دیهیدریشن هستش.
بازم ما باید تنظیم بکنیم تو پیاده روی هم، توی کوهپیمایی، تو بخصوص تو ارتفاعات بالا از قمقمه و یا حالا اون وسیله دیگه که هستش برای آب خوردن، هر مدتی به صورت ممتد تو فواصل مختلف باید آب استفاده کنیم. اگر این آب به موقع نرسه بدن، بدن دچار دیهیدریشن میشه، غیر از این آب خارج میشه، املاح بدن اونم خارج میشه که مشکلاتی برای بدن ایجاد میکنه. باید اگر شخصی با یه شرایط توی گروه باشه بلافاصله باید به کمکش رسون، و آب، یه مقدار نمک، آب میوه، عصاره میوه و قند باید بهش اضافه کرد، همون ORS معمولی که هستش استفاده میشه، یا نمونه هایی که بطری های انرژیزایی که هستش توی از این پاورید و گوتریت، اینا رو میشه استفاده کرد برای که املاح و آب از دست رفته رو به دست آورد. مسئله بعدی تاول هست. ببینید ما مسافت نسبتا طولانی رو داریم در تو ارتفاعات به طور بالا میریم یا پایین میریم. مسافت وقتی طولانی باشه فشار اون کوله کوهپیمایی نسبتا طولانی باعث میشه نقاط استخوانی در پای ما ممکنه دچار آسیب بشه که باید با کفی با پدای مختلف این فشار رو باید ورش داد. زیر انگشت شست خصوص از بالا به طرف پایین میم، اگر کفش خوب بستنش بند کفشا، فشار نسبتا ممتدی به قسمت پایین انگشتا میاد و اینا باعث آسیب میشه که باید اینا جلوش رو گرفت. یه مسئله که از تو ارتفاعات بالا معمولا گروه به صورت همه حمایت میکنه، از تناب استفاده میکنن. یه جاهای ممکنه گروه به صورت گروهی که میره، افراد گروه از اون بالا سنگی پرت بشه، قطعات یخ و یا وسایل یا کارابین یک چیزی بیفته پایین، او کسانی که در پشت سر هستن پایین هستن ممکنه آسیب بینن. از جمله امکاناتی که میشه براشون بازن، حتما باید کلا کاسکت داشته باشه. کلا کاسکت طبیعتا میتونه سر و صورت محافظت بکنه. اینا مسائلی هستش که باید دقت کنم. معمولا توی پیاده روی های به طرف کوه تو ارتفاعات بالا ممکنه دست، پا، جاهای مختلف بدن به سنگا بخوره، آسیب برسه و این آسیب منجر به خراشیدگی های بشه، خراشیدگی های خونریزی و میتونه عفونی بشه و مشکلاتی پیش بیاد. اگه همچین مسئله پیش بیاد و زخم ایجاد بشه، لازم هست که با یه مقدار آب شسته بشه، بعد از این پمادهای آنتی بیوتیک در واقع برای اونجا استفاده کرد و نهایتاً بشه اونجا رو پانسمان و بانداجش کرد که جلوه صعود ما رو نگیره. حالا این مسئله میتونه تو صعود باشه تو فرود. یکی از مسئله که الان شما قبلش فهمودین آسیب هایی است که به شونه میرسه، به اندام فوقانی میرسه. معمولا خب تو صخره نوردی ها، تو جاهایی که لازم است از دست به خصوص زیاد استفاده بشه، ما شرایطی داریم که یه وقتا ممکنه دستمون از جایی گرفته، از ارتفاع بالاتر گرفته، دستمون رها میشه، دستمون کشیدگی شدید، یا ممکنه حتی صعود کنیم رو دستمون بیام، رو پامون بیام. اینا آسیبایی هستش که معمولا توی کوهنوردی برامون پیش میاد. اگر این مسائل پیش اومد چطور میشه مشکل رو برطرف؟ یا نمونه که ما تو ارتفاعات بالاتر لازم هست برای که بخصوص تو وقتی که برف و یخ هستش، از تبر استفاده کرد، از کلنگ استفاده کرد که مسیر رو باز بکنیم. خود همین کلنگ باعث میشه اهرام دست در واقع بلندتر باشه، فشار زیاد به شونه میاد و باعث آسیب هایی هست. ما کاری که میتونیم برای این موارد انجام بدیم، اولا که روش های مختلف صعود، روش های مختلفش باید قبلش امتحان کرده باشیم، تواناییش داشته باشیم. یه جایی که نیاز هستش اون بیس آف ساپورتمون رو بیشتر بکنیم، حتما فشار نسبتا زیاد به شونه نیاد، بدنمون در وضعیت تعادل باشه، بعد بخوام ضربه بزنیم. از جاهایی هست از دیگران باید
تو حمایت های مناسب اونا کمک کمک هست. بکنن. بعد قسمت های عضلات دست که یه جاهایی که لازم هست ما با دستمون بتونیم صخره نوردی یا بتونیم انجام بدیم، قبل از اینکه ما به این مرحله برسیم باید تمرینات تقویتی نسبتاً بالایی رو انجام بدیم که دستمون در اونجا مشکلی نداشته باشه. با تمام اینا آسیبا کوفتگی هایی که برامون ایجاد میشه باید مواردی هست از تیپینگ از بانداج میشه در همونجا استفاده کرد. البته قبلش گفتم آمادگی جسمانی خیلی باید بالا باشه. دقیقا بعد که آقای دکتر ببخشید، با عرض پوزش از اینکه وقت ما سریع به پایان داره میرسه، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و از همه مهمتر همینجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، اون آمادگی بدنی قبل از این نوع کوهنوردی ها و یا پیاده روی های در ارتفاعات هست که حداقل 3-4 هفته کسانی که میخوان به این ورزش شروع بکنن حتما به این ورزش ها، مخصوصا ورزش های استقامتی و قدرتی برای پاها و دست ها و مخصوصا ناحیه کمر یا کور بدن، اگه بتونید این برنامه ها را 2-3 هفته انجام بدین که بدنتون یک آمادگی داشته باشه. و کسانی که بدنشون آمادگی نداره و یا آسیبی دارن طبیعتا نبایستی به کوهنوردی بدون هیچ درمانی شروع بکنن و برن که در خدای نکرده اونجا مشکلاتی پیش نیاد. همینجوری که مهمان عزیز اشاره کردن، مقدمات و آمادگی های کوهنوردی اینقدر زیاد هست که بایستی حتما شما اگه به طور تخصصی میخواین کوهنوردی بکنید به این امور به طور دقیق بپردازید. امیدوارم که این اطلاعاتی که آقای دکتر علوی دادن برای شما عزیزان مفید واقع بشه. آقای دکتر، داریم به آخر برنامه میرسیم، اگه در طی 1-2 دقیقه مطلب خاصی مونده که اشاره نکردین بفرمایید، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، همونجور که فرمودیم بله، قبل از صعودهای اساسی حتما پیش نیازهای باشگاه میذارن، آمادگی جسمانی شما رو تست میکنن، اگر آمادگی داشتین بعد صعودهای جدی رو براتون در نظر میگیرن، در غیر این صورت ممکنه شما اجازه ندارین که به این صعودها برین. میتونین صعودهای با ارتفاعات کمتر رو در واقع تجربه بکنین. ارتفاعات نسبتا بالا و پیاده روی های سنگین، کوهنوردی های سنگین لازمش حتما آمادگی جسمانی بسیار بالا هستش که باید داشته باشین و بتونین اونجا، در غیر این صورت شما به مشکلات جدی میرسین که هم باعث اذیت خودتون و هم باعث در واقع به هم ریختن برنامه اصلی اون گروه کوهپیمایی میشه. مطلب دیگری که مد نظر هست تو ارتفاعات بالا هم هوایی هستش، نمیشه، یعنی بدن ما شرایطش با ارتفاعات پست هماهنگی داره، اونجا هوا رقیق تر هستش، به راحتی نمیتونین تنفس بکنین، نفس هم تمرین تنفس عمیق حتما باید انجام شده باشه، اونجا باید گام ها آهسته باشه با استفاده از باتوم و نفس از بینی، دم از بینی و بازدم از طریق دهان. بعد هر 1-2 تا قدم باید حتما در واقع یک بازدم عمیق هم کنارش باشه که هوای مونده داخل ریه شما کاملا تخلیه بشه، بتونین به راحتی مسیر رو به طرف قله برید. خیلی ممنون آقای دکتر علوی، واقعا برنامه مفیدی بود، دستون در نکنه که تشریف آوردین. کو جایی چیزیه که در تمام اقسام نقاط ایران دسترسی بهش آسونه و هوای آزاد، طبیعت آزاد و از همه مهمتر برای کاهش استرس و ناراحتی و روحی روانیتون خیلی مؤثره. همین که از محیط شهر و خونه میزنید بیرون و به اون ارتفاعات، حتی اگه ارتفاع پایین هم باشه، شما میتونید چندین ساعت در اونجا به پیاده روی بپردازید، با خانواده با دوستان سعی کنید حتما هفته 1-2 دفعه به این ارتفاعات اطراف شهر و محل زندگیتون برید، از این ورزش بسیار خوب لذت ببرید. در اینجا
به آخر برنامه میرسیم. با اتفاق دکتر علوی از شما عزیزان خداحافظی میکنیم. اگه احیانا آسیبی از این ورزش ها دارید، مثل همه آسیب های دیگه، حتما و حتما سعی کنید به همکاران فیزیوتراپیست در تمام نقاط کشور مراجعه بکنید که بهترین درمان ها را از همون روزهای اول شروع بکنید. در همینجا با اتفاق همدیگه از شما بینندگان خداحافظی میکنیم. اگه نظر و ایده خاصی در این مورد این برنامه دارید، از طریق سوشال میدیا و ایمیل با بنده در تماس باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان به خدا میسپارم. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.